هفته صبح ایران 21:30 اینجا در واشنگتن دی سی. من میترا بختیاری هستم. ابتدا سرخط خبرها. مخالفت گسترده مردمی با انتخابات و تقاضای گسترده شهروندان برای رأی ندادن. نظرسنجی مؤسسه گمان میگوید 74% مردم در انتخابات شرکت نمی کنند. دانشجویان گفتند این انتخابات انتخاب بین طناب دار و گیوتین است. بیش از 380 روستای سیستان و بلوچستان در محاصره سیل. مسئولان از برف تهران تا سیل بلوچستان ناکارآمدی خود را نشان دادند. و حملات آمریکا به موشک‌های ضد کروز حوثی‌ها. جمهوری اسلامی با کمک به نظامیان سودان در پی نفوذ بیشتر در دریای سرخ است. امروز جمعه، در حالی انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان برگزار می‌شود که بسیاری از رأی دهندگان بر عدم مشارکت در این انتخابات تاکید کردند. نظرسنجی گمان، گروه مطالعات افکارسنجی ایرانیان، از عدم مشارکت گسترده مردم در 12th دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر می‌دهد. در این نظرسنجی که این هفته و به مدت 24 ساعت صورت گرفته، از بیش از 28,500 نفر از ایرانیان داخل کشور سوال شده آیا در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری شرکت می‌کنند و اگر نه دلایل آنها برای عدم این مشارکت چیست. بر اساس یافته‌های آماری مؤسسه گمان، 74% از شرکت کنندگان در این نظرسنجی در انتخابات مجلس شورای اسلامی رأی نخواهند داد. برای شمار کسانی که در انتخابات مجلس خبرگان مشارکت نخواهند کرد، رقمی برابر با 75% به دست آمده است. از سوی دیگر 2% از کسانی که قصد شرکت در انتخابات را دارند گفتند برای نشان دادن اعتراض به رد صلاحیت‌ها رأی باطله یا سفید خواهند داد. 59% شرکت کنندگان در این نظرسنجی با کلیت نظام مخالف بوده و انتخابات را زیر سوال بردند. 20% از شرکت کنندگان معتقدند انتخابات در فضای آزاد برگزار نمی شود و در زندگی آنها بی تأثیر خواهد بود. با توجه به اینکه این نظرسنجی تنها افراد با سواد جامعه را شامل می شده، مؤسسه گمان تخمین زده مشارکت در انتخابات امروز 25-30% جامعه باشد. به گفته گمان، رفتار سنجی مشارکت کنندگان در انتخابات جمهوری اسلامی نشان می دهد گروه آماری بی سوادان و کم سوادان از درصد مشارکت بالاتری برخوردارد. تحریم‌ها و اعتراضات به انتخابات امروز علی‌رغم فشارهای امنیتی و تبلیغات حکومتی همچنان ادامه دارد. هشتگی به نام سیرک انتخابات به ترند اول شبکه اجتماعی ایکس تبدیل شده و از این هشتگ بیش از 250,000 بار استفاده شده است. کاربران ایکس با استفاده از این هشتگ بر لزوم تحریم انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری تاکید کردند. جمعی از فعالان دانشجویی در داخل ایران با انتشار بیانیه‌ای در تحریم انتخابات نوشتند هر رأی که به صندوق ریخته می‌شود خیانتی به خون‌های ریخته شده و خیانت بزرگتری به آینده فرزندان ایران است. در این بیانیه آمده رأی دادن مانند انتخاب بین طناب دار و گیوتین است و نتیجه آن در نهایت فرقی ندارد. جمعی از فعالان دانشجویی در انتهای بیانیه خود خطاب به جمهوری اسلامی گفتند بیشتر از یک سال است که ایرانیان متحد شدند و هیچ حرفی با حکومت ندارند به جز نه. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای خطاب به فرهنگیان، دانش آموزان و همه مردم ایران خواستار تحریم انتخاباتی که آن را نمایشی خوانده شد. میلاد محمدی، برادر شهریار محمدی از کشته شدگان خیزش زن زندگی آزادی، ویدیویی از سوگواری مادرش منتشر کرده. برادر شهریار محمدی که اولین بار این ویدیو را در حساب کاربری ایکس خود منتشر کرده، نوشته رأی او به ناله های مادرش پس از دیدن ماشین گلوله باران شده پسرش است. شهریار محمدی 29 ساله، اهل بوکان، در حین رانندگی با شلیک مستقیم ماموران حکومتی کشته شد. Yeah.
خانواده اکبر محمدی، فعال دانشجویی که در سال 85 در زندان جمهوری اسلامی در پی اعتصاب غذا جان باخت، در پیامی شرکت در انتخابات را بی احترامی به خود و بقیه مردم خواندند. مادر، پدر و خواهر اکبر محمدی در این پیام نوشتند شرکت در انتخابات جنایت ملی و اخلاقی و ترجیح منافع خامنه ای بر منافع جمعی مردم ایران است. مخاطبان ایران اینترنشنال هم با ارسال ویدیوها و پیام‌های صوتی از تحریم انتخابات و نه به جمهوری اسلامی میگویند. افتخاری مادر مهسا امینی، این برگ تصویر فرزند جانباختن انتخابات شناسنامه بنده در جایی که آزادی نیست. اگر رای دادن تغییر ایجاد رای بی رای خواهش میکنم ایرانی ها، اگر ایرانی هستید و ایران رو دوست دارید رای ندید. این نماینده ها همون کسایی هستند که تا دیروز ماسک سیاه رو صورتشون داشتن، با باتوم و اسلحه و هزاران اشیای دیگه به بچه های شما تجاوز کردن، کشتنشون و خونشون رو دو خیابونا جاری کردن. همین نماینده ها هستن. اون وقت شما میخواییم به این جنایتکارا رأی بدین؟ به خدا قسم ظلمه. من یک کارمندم با سابقه 20 سال خدمت. تمام این دوران رو من رأی دادم، تو هر دوره هر رأی که بوده من رأی دادم، ولی این بار به خاطر خونهای ریخته شده، به خاطر این همه ظلم، به خاطر این همه جنایت، حتی اگر اخراج من بکنن رأی نمیدم. زن زندگی آزادی تا ابد. سال گذشته جوانهای زیادی سینه‌شون رو سپر کردن تا از حداقل حقوق انسانی خودشون دفاع کنن، ولی جوابشون گلوله بود. خیلی هاشون کشته شدن، خیلی هاشون نابینا شدن. من و امثال من یا کم رفتیم یا اصلا نرفتیم. الان تنها کاری که از دستمون برمیاد اینه که لااقل آب به آسیاب دشمن نریزیم و توی این انتخابات شرکت نکنیم. حداقل کاریه که از دست ما برمیاد. رای بی رای. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو ما را همراهی می‌کنند. خوش آمدید آقای برزگر. نظرسنجی گمان خبر از عدم مشارکت 74% مردم در انتخابات امروز میده که دلیل نزدیک به 60% اونها مخالفت با کلیت نظام. آیا میشه گفت برای همینه که علی خامنه‌ای و نظام از عدم مشارکت مردم در انتخابات و نتایج و تأثیراتش نگرانند؟ خب بله، نه فقط نظرسنجی گمان، بلکه چند نظرسنجی دیگر هم که در روزهای گذشته به طور جسته و گریخته نتایج اونها منتشر شده بودند، حکایت از این دارند که چیزی که در واقع کمتر از 30% از واجدان حق رأی در این به اصطلاح انتخابات یا مراسم رأی گیری به شیوه جمهوری اسلامی شرکت خواهند کرد. این در واقع به معنای اون هست که بزرگترین شکاف ممکن رو ما در جریان انتخابات و مراسم رأی‌گیری در جمهوری اسلامی در روز جمعه 11 اسفند شاهد خواهیم بود. و این البته برای جمهوری اسلامی که عادت کرده بوده که از رأی شهروندان استفاده ابزاری بکنه و اون رو نشانه ای از پذیرش خودش و مشروعیت خودش قلمداد بکنه و به ویژه در عرصه بین المللی بر اون تکیه بکنه، این ابزار مهم از دست جمهوری اسلامی گرفته خواهد شد. کما اینکه در جریان انتخابات مجلس سال 98 و 1400 همین اتفاق افتاد، منتها الان بعد از انقلاب زن زندگی آزادی و اون در واقع نمایش باشکوهی که از آگاهی شهروندان ایرانی
در سال گذشته ما دیدیم، میبینیم که در واقع شهروندان ایرانی نه تنها آگاه هستن به حقوق خودشون از این بابت که به عنوان شهروند چه حقوقی دارن، بلکه به وظایف خودشون هم آگاه هستن و به اون عمل میکنن و شرکت نکردن در یک مراسم رأی‌گیری نمایشی که در نهایت به توجیه و در واقع پایمال کردن خون جوانان ایرانی انجامه خودداری میکنند. از این جهت شرکت نکردن مردم در انتخابات قطعا برای علی خامنه ای و جمهوری اسلامی وضعیت خوشایندی نخواهد بود. کلا آقای برزگر، به نظر میرسه که میشه گفتش که رای گیری امروز از همین جهتی که شما بهش اشاره کردین با رای گیری ها در دوره های قبل کمی متفاوت. منتقدان و مخالفان و خانواده های دادخواه خیلی صریح میگن که شرکت نمیکنن، حتی دعوت میکنن که دیگران رای ندن و این رو تبلیغ میکنن. تحلیلتون از این صراحت تبلیغات برای رای ندادن و اعلام اینکه رأی نمیدن چیه؟ خب ببینید، یک تجربه تلخ با هزینه‌های سنگینی در واقع مردم ایران دارند. خب شما در نظر بگیرید بعد از دهه سیاه شصت، وقتی در و دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، وقتی که مردم احساس کردند که شاید این امکان وجود داشته باشه یا میشه این فرصت رو به حکومت داد که از راه صندوق رأی و از یک راه مسالمت آمیز مدنی شرایط رو تغییر بدن، در دوم خرداد 76 پای صندوق های رأی رفتن. چند بار دیگر همین اتفاق افتاد، ولی خب تجارب تلخی مثل انتخابات 84، مثل انتخابات 88 و آنچه که بعدها اتفاق افتاد در دهه 90 به طور قطعی مردم رو به این نتیجه رسوند که در واقع نمیشه انتظار داشت که از طریق اصلاحات یا از طریق صندوق رأی و از طریق مشارکت در انتخابات سرنوشت جمعی رو تعیین کرد و جمهوری اسلامی رو وادار به تجدید نظر در روش‌های غیر انسانی و غیر خردمندانه کرد که در واقع زندگی ایران و زندگی و هستی ایران رو به مخاطره انداخته. امروز این خودآگاهی در بالاترین حد خودش نمایان شده و البته در شرایطی که مردم به صراحت در خیابان‌ها شعار می‌دادن و خواستار سرنگونی و گذار از جمهوری اسلامی بودن، طبیعتاً دعوت به شرکت نکردن انتخابات نیازمند صراحتی با اون اندازه نیست. ولی خب به هر حال آنچه که مهم هست این هستش که این خودآگاهی در میان آحاد مردم ایران شکل گرفته، این اتحاد نظر وجود داره که در واقع از جمهوری اسلامی باید گذر کرد و راه گذار از جمهوری اسلامی از طریق صندوق‌های رأی و رأی‌گیری که این حکومت برپا می‌کنه نیست. ممنون از توضیحاتتون جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو. همزمان با انتقادات گسترده از ناکارآمدی شهرداری تهران پس از بارش برف در روزهای اخیر، در سیستان و بلوچستان هم وقوع سیل مسئولان این استان را غافلگیر کرده. بارش‌های سنگین در بخش‌های گسترده از استان سیستان و بلوچستان منجر به سیل و آب گرفتگی شدید و قطع شدن راه‌های ارتباطی صدها روستا شده. به گزارش رسانه‌های داخلی بیش از 400 روستا در شهرستان‌های دشتیاری، قصرقند، نیکشهر و چابهار درگیر سیل هستند. طغیان رودخانه‌های فصلی و سرریز شدن سدهای شیکلگ، خیرآباد و زیردان به جاده ها و بخش کشاورزی هم خسارات جدی وارد کرده. به گفته مدیر کل ستاد بحران سیستان و بلوچستان، بر اساس برآورد اولیه تا کنون سیلاب خسارت 14 هزار میلیارد ریالی به زیرساخت های 13 شهرستان این استان وارد کرده. حالوش گزارش داده هیچ یک از ارگان های دولتی تا کنون اقدام مؤثری برای کمک به سیلزدگان انجام ندادند. به گزارش حالوش، شامگاه پنجشنبه به دنبال فراخوان مردمی، سوختبران و مردم محلی قایق‌های صیادی و شخصی خود را برای کمک به سیلزدگان به شهرستان دشتیاری منتقل می‌کنند. سلام و درود. ایفنیشان نام مردم بکنند تر سوختبر یا قاچاق‌کش یا یدگر یا آدگر. ایشان نام فداکار. ایشان نام جان برکف. ایشان نام هر چیزی ناسه نامیشن وسط نمیتر. مدیر کل فرودگاه سیستان و بلوچستان هم روز پنجشنبه به علت شرایط نامساعد جوی از لغو پروازها بین تهران و این شهر خبر داد. در همین حال سازمان هواشناسی اعلام کرده نیمه غربی ایران روز جمعه سردترین بامداد را از ابتدای فصل پاییز تجربه خواهد کرد و با تأخیری 24 ساعته همین شرایط روز شنبه در نیمه شرقی کشور رخ خواهد داد.
نیکوهنگ کسر تحلیلگر حوزه آب و محیط زیست از واشنگتن ما رو همراهی میکنن. خوش آمدید. چرا دولت همیشه هنگام بروز همچین اتفاقات طبیعی از جمله بارش برف، باران‌های سیل‌آسا جا میمونه؟ به نوعی میگن که غافلگیر شده و بعد ما شاهد تخریب زیرساخت‌ها هستیم، خسارت‌های شدیدی به مردم وارد میشه. درود بر شما. متاسفانه دولت، نه فقط این دولت بلکه همه دولت‌های بعد از انقلاب، مبتلا به بیماری غافلگیری هستند و همیشه به صورت واکنشی تصمیم میگیرن که چه کاری انجام بدن، در صورتی که امکان پیشگیری همیشه وجود داشته، وقت کافی و بودجه کافی هم داشتن علی‌رغم تمام ادعایی که میکنن. اما به دلیل فساد موجود در بخش مدیریت آب، به ویژه در حوزه های مختلف کشور، و تبعیض علیه مردمانی که در استانهای حاشیه‌ای و مرزی زندگی می‌کنند، ما شاهد این هستیم که همین منطقه دشتیاری و دیگر مناطق بلوچستان، یعنی بخش جنوبی استان سیستان و بلوچستان، هر وقت که یک باران شدید میاد قربانی این سیلاب میشن، در صورتی که راه‌های زیادی وجود داشته و حتی روش‌های سنتی اون منطقه اگر کمک می‌کرد دولت به مردمان اون منطقه که بیان مثلا هوتک‌ها و یا دیگر سیستم‌ها رو که سیستم‌های سطوح آبگیر باران هستن رو فعال بکنن، ما شاهد این مسئله نبودیم. و در نظر بگیریم که سیستان و بلوچستان، اون قسمت جنوبیش، یکی از بی‌آب‌ترین مناطق کشور در بهار و تابستان، ولی الان یک عالمه آب داره که همش هدر میره. آقای کسر، اشاره کردین به همین مناطق جنوبی استان سیستان و بلوچستان، که بخوایم بیشتر بپردازیم به ویژه به دشتیاری، حالا که جز محرومترین و کب آبترین نقاط کشور هستند و هر سال هم قربانی سیل میشن، چطور میشه که دولت اصلا امکان پذیر هست که از این فرصت استفاده کنه برای تأمین کمبود آب مردم؟ ببینید، اگر روش‌های ارزان قیمت و سنتی که رایج هستند در محدوده بلوچستان، اینها اجرا می‌شدن و کمک می‌کرد دولت به جای اینکه بره سراغ انتقال آب بین حوزه‌ای یا شیرین کردن آب خلیج فارس و دریای عمان و بخواد آب شیرین شده که حجم بسیار کمی داره اما قیمت بسیار بالا رو برسونه، همین آب‌هایی که اینطوری هدر میره رو مدیریت می‌کرد، مردمان منطقه دشتیاری در بهار و تابستان آب داشتند. اما این اتفاق نیفتاده. به نظر میاد ساختار حکومت به دلیل تبعیضی که قائل میشه، یک، در ارتباط با حالا اقوامی که در اقلیت هستند، و دو، کسانی که مذهبی غیر از شیعه دارن، یک وضعیت بسیار ناگوار تحمیل شده به این مردم. و در نظر بگیرید خیلی از مردم اینجا از سر ناچاری هست که میرن سراغ حالا قاچاق سوخت یا روش‌های دیگر زندگی، که متأسفانه جان‌های بسیاری از مردان اینجا برای تأمین زندگی فرزندانشون از دست رفته. نکته ناراحت کننده تر این هست که مردمان سیستان و بلوچستان در طول سال‌های بعد از انقلاب همیشه اومدن و رأی دادن و امید داشتن که این رأی دادنشون کمکی بکنه به وضعیتشون، اما وضعیت بدتر شده. یعنی نتیجه رأی دادن رو ما به خوبی میتونیم ببینیم که در خود استان سیستان و بلوچستان چه بوده و این محرومان چگونه سال به سال محرومتر شدن و فرزندانشون از آینده منطقی و بهتر محروم. ممنون از توضیحاتتون. نیکوهنگ کسر تحلیلگر حوزه آب و محیط زیست از واشنگتن با ما همراهی کردید. نیروهای آمریکایی در دو حمله جداگانه 6 موشک ضد کشتی کروز حوثی‌ها را در یمن هدف قرار دادند. فرماندهی نظامی ارشد آمریکا در منطقه سنتکام گفته نیروهای این کشور در حمله دیگر یک پهپاد حوثی را بر فراز دریای سرخ سرنگون کردند. از سوی دیگر سمافور به نقل از مقام‌های آمریکایی و کشورهای عربی گفته جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر ارسال پهپاد برای ارتش سودان را افزایش داده است. این منبع به سمافور گفته حکومت ایران قصد دارد از روابط خود با ارتش سودان برای تقویت نفوذش در دریای سرخ استفاده کند. بر اساس این گزارش، ارتش سودان قرار است از پهپادهای مهاجر 6 برای مقابله با نیروهای پشتیبانی سری در این کشور استفاده کند. هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل نظامی، ما رو همراهی می‌کنه. خوش آمدین آقای حسنیاری. این پهپادهایی که ایران در اختیار سودان گذاشته میتونه تأثیر معناداری در حقیقت در توازن قوا در منطقه و همینطور برنامه‌های جمهوری اسلامی در دریای سرخ داشته باشه؟
درود به شما و ملت آگاه ایران. این جمهوری اسلامی از زمانی که بشیر در قدرت بود در سودان، دیکتاتور پیشین سودان، با سودان همکاری نظامی بسیار تنگاتنگی داشته. از زمان سرنگونی عمر البشیر شاهد رشد نظامیان برای بار دوم شدیم که این به تدریج به شکاف بین نظامی ها منجر شد و امروز و به چندین ماهی که شاهد یک جنگ داخلی بین دو گروه نظامی هستیم. یکی از این گروه ها که ارتش سودان هست، همونطور شما اشاره کردین، مورد اقبال همکاری های جمهوری اسلامی قرار گرفته و پهپادهایی که این گروه، این جمهوری اسلامی به این گروه میده، هم بر علیه گروه دیگر نظامیان به کار میره و هم احتمالاً میتونن انبار بشوند برای نیازهای جمهوری اسلامی. این بدان معنا نیست که جمهوری اسلامی توانش رو در منطقه از افزایش داده، به خاطر اینکه ارتش سودان امروز در شرایط بسیار سختی قرار گرفته، نه تنها در جنگ داخلی بلکه از تحت فشار کشورهای عربی نظیر مصر و عربستان سعودی هم قرار داره و خیلی بعید به نظر میاد که همکاری خیلی بازی رو با جمهوری اسلامی در دریای سرخ انجام بده. فعلا اهرم مهم جمهوری اسلامی همین مزدوران حوثی ها هستند. آقای حسن یاری، به نظر میرسه جمهوری اسلامی تا حالا تونسته به شیوه های مختلفی تحریم ها رو، مخصوصا تحریم فروش و انتقال سلاح رو، دور بزنه. آیا به این ترتیب میشه گفت که سیاست تحریم تسلیحاتی ایران با توجه به تجربه که تو غزه و دریای سرخ داریم ناموفق بوده؟ جدی که کشورهایی که معمولا باعث این تحریم ها رو اعمال میکردن خیلی جدی با این مسئله برخورد نکردن، هرچند که این تحریم ها رو شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی وضع کرده بود، ولی خب روسیه و چین به هیچ وجه همکاری نمی کنند در این زمینه. آمریکا و متحدین آمریکا هستند. امروز متاسفانه جمهوری اسلامی ایران رو درگیر 7 جنگ کرده، 5 جنگ در شرق مدیترانه، حزب الله با اسرائیل در سوریه، گروه های نیابتی جمهوری اسلامی با اسرائیل، آمریکا در عراق، اسرائیل، آمریکا و این گروه های نیابتی در غزه، اشاره کردین شما، حماس، جهاد اسلامی و اسرائیل و حوثی ها با که تقریبا می شود گفت با تجارت جهانی در خارج از منطقه اوکراین هست که مستقیما جمهوری اسلامی پهباد میده به روسیه در تجاوز به اوکراین و در سودان هم که پیشتر اشاره شد. بنابراین اعمال تحریم ها تا زمانی که به طور جدی هم از جانب آمریکا و متحدین آمریکا و هم از جانب با شرکت روسیه و چین اعمال نشه، انتظار میره که این حفره هایی که وجود داره گسترده تر بشن و جمهوری اسلامی تسلیحات بیشتری رو به مناطق دیگری هم ارسال بکنه. خب شاهد هستیم که ارسال تسلیحات نه تنها پهپادها بلکه انواع موشک ها به روسیه در حال انجام شدن هست و همینطور به گروه های نیابتی در منطقه، از اون طرف هم تا ونزوئلا در جنوب ایالات متحده آمریکا و کشور بعضی از کشورهای آفریقایی همچنین. بنابراین جمهوری اسلامی از این اختلافاتی که در سطح جهانی در شورای امنیت سازمان ملل وجود داره نهایت بهره برداری رو میکنه و در نتیجه این اعمال تحریم ها خیلی خیلی جدی نیست، به خاطر اینکه علاوه بر اون مسائلی که اشاره شد بایستی هم در این تحریم تسلیحاتی تحریم مالی هم صورت بگیری که اون فعلا نشده. ممنون از توضیحاتتون. هوشنگ حسن یاری، کارشناس مسائل نظامی. بار دیگه یادآوری میکنم میتونید با ایران اینترنشنال با آدرس bama@iranintel.com در تماس باشید. ویدیوها و گزارشاتون رو هم برای ما روی واتساپ و تلگرام با شماره که روی تصویر میبینید ارسال کنید و بدونید ویدیوهایی که برای ما میفرستید بخش بسیار مهمی از خبرهای ایران اینترنشنال است. در انتهای این بخش خبری ویدیویی ببینید به مناسبت تولد 27 سالگی میلاد سعیدیان رو، جوان معترض کشته شده به دست جمهوری اسلامی در ایذه، که با حضور جمعی از خانواده های دادخواه برگزار شد. از همراهیتون سپاسگزارم.